ای زدم رفت دست. خدا رو شکر لایف هستیم سانا جان. عالی. الان فکر کنم فریز شدین کتی جون. بدتره الان، خوبه خدا رو شکر باز برمیگرده. دوستان عزیزی که دارن الان ما رو تماشا میکنن، من با یکی از دوستان بسیار عزیزم، آره این پیش میاد دیگه، ببینیم چطوری میشه، با یکی از دوستان عزیزم از بریسبین کوینزلند استرالیا پردیم گذاشتم و امیدوارم که بتونه این سیستمای کامپیوتری که بعضی وقتا تکنیکال ایشو پیدا میکنه امروز پیدا نکنه، به ما کمک کنه که ما کارمون رو پیش ببریم. ولی هم اگر اشکال نداره اگه صدای ما رو بشنوی مافیه. خلاصه همیشه منتظر یه تکنیکال ایشو هستیم توی این سیستما، خیلی وقتا اصلا چیزی پیش نمیاده، ولی یه چیزی میشه که دلیل هوا و همه فعل انفعالات جغرافیایی توی این سیستما تاثیر داره، هوا و غیره، درجه حرارت و غیره. درصد ما بحثمون ادامه میدیم با ساناز عزیزم از کوینزلند بریزبین. ایشون با تمام گرفتاری های کاری و خانوادگی و بچه های عزیزشون که دارن و اینا وقتشون رو گذاشتن روی این مسئله که با همین مسئله رو به قول معروف جمع جورش بکنیم، ارزیابیش بکنیم و بتونیم یه نتیجه درست ازش داشته باشیم و بتونیم به دوستان عزیزی که میخوان وارد این سیستم بشن ما اطلاعات لازم رو بدیم. سانا جان من از شما خواهش میکنم، از دیدم شما اول بگین واقعا چه شناختی از این پروژه ما دارین و چه اول خودتون معرفی بکنین و بگین که خلاصه چه بکنم. فریز شد من ادامه. یه سانه جمعه مرسی کتی جون. منم سلام میکنم به همه، مرسی که ما رو تماشا میکنین. منم ساناز هستم همینجور که کتی جون گفت، از بریزبن استرالیا. خودم رشته حسابداری خوندم ولی الان ریل استیت ایجنت هستم. بعد این رشته رو خیلی بیشتر دوست داشتم، از ایجنت کار میکنم اینجا و مادر دوتا بچه هستم، همسر هستم، دیگه حسابی مشغول و الان یه چند وقتی هم هست، یه سال و نیم تقریبا که با این بیزنس آنلاین هم مشغول هستم که خیلی عالیه، خیلی عالیه. و از این طریق هم با کتی جون آشنا شدیم. کاملا درسته سانا جان، داری ادامه میدیم؟ بله یه لحظه فریز شد. بله منم با این بیزینس چجوری حالا آشنا شدم. من خودم حالا خیلی ها مثلا تصادفی میبینن اعدای ما رو و با این بیزینس آشنا میشن، ولی من چون خیلی دنبال یه بیزینس آنلاین بودم، بعد از اینکه من بچه اولم به دنیا اومد یه نگاهی به وضعیت کردم، دیدم مثلا واقعا پرکتیکال نیستش که من بخوام که با مثلا بچه، البته سر بچه اولم من 4 ماه بعد رفتم سر کار، میذاشتمش پیش مامانم صبح زود میرفتم دیگه، شب برمیگشتم خواب بود، یه وضع خیلی بدی بود. و من شروع کردم به فکر، یعنی به فکرش افتاده بودم ولی بیشتر شروع کردم با شدت گشتن دنبال یه آنلاین بیزنس. و من خیلی بیزنس ها رو امتحان کردم، یعنی هی تحقیق کردم، بعضیش رو امتحان کردم، بعضیش در حد تحقیق موند، تا اینکه دیگه خدا رو شکر دخترم که به دنیا اومد دومی، دیگه با این بیزنس آشنا شدم و دیدم که اصلا با اون چیزایی که من دیده بودم اصلا قابل مقایسه نبود واقعا. همینجوری مثل شماها که یهو یه ادی رو دیدین، یا یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام دیدین یه ادی اومد بالا،
ما هم همینطور یه عدی دیدیم و گفتیم که این واقعا خوب ساوند میکنه، کلیک کردیم روی اد و الان اینجا پیش شما هستیم. شما چطور کاترین جون؟ شما چجوری با این بیزنس آشنا شدید؟ البته شما اول میخواین خودتون هم یه اینتروجیس بکنین برای کسایی که تو صفحه من هستن، شاید شما رو نشناسن، یه بکراندی از شما داشته باشن و اینکه چجوری با این بیزنس آشنا شدید. من کاترین حکمی هستم، حدود 34-35 سالی در سیدنی استرالیا زندگی میکنیم. بکراند من مهندسی مکانیک هست، روی سیستم های فشار قوی، روی سیستم پروژه های نفت و گاز بودم این مدت زیادی، یه مدتی روی سیستم های پالایشگاه و نیروگاه و کالا اینطوری بودم و خلاصه سیستم های تحت فشار اساسا روی بیشتر طراحی بودم. البته امریکا چون موقع وضعیت اینطوری بود که دختر ولی خلاصه من با علاقه که به این رشته داشتم و اینا راهی آمریکا شدم و خلاصه درسم و آمریکا تموم کردم و یه مدتی هم اونجا هم کار متفرقه بود و اینا. بعد به دلیل دیدن فامیل و دوستان برگشتم به ایران که به اون جریان ایران برخورد و خلاصه ما موندنی شدیم در ایران. ولی خب از ایران واقعا تاریخ اون زمان ایران خیلی زمان جالبی نبود چون جنگ و اینا شروع شده بود اون داستانا. ولی خب من با مهدی آشنا شدم، شوهرم اون مهندس ساختمان هست، اون یه فوق لیسانس هم از آمریکا گرفته بود و اینا. برای وارد شدن به آمریکا به خاطر سفارت و غیره بسته شده بود، ما استرالیا رو انتخاب کردیم. دو تایمون هم انجمن مهندسی به عنوان کورپوریت، ولی برای ما خیلی ایزی مثلا انجام شد و یه مقدار زیاد اینجا یه کاره باز همون نفت و گاز خیلی جاها دار، نمیدونم کمبودیا، ویتنام، تایلند، همه این جاها جای مختلف سفر میکرد که منم کار کمیکال انجینیر این بود که با یه شرکتی در واقع همکاری داشتم، ولی دیگه اون دائم بود به دلیل این سفرها. خلاصه همش درگیر کار غیره، ولی دیگه میدونی دیگه ازم دیگه به همه چی به قول میگن به همه چی بساز، با همه چی در، یعنی با همه چی با جور در بیام به قولی معروف، فقط یه کار نبوده. ولی خب واقعا کار آدمو میدونین مسئله کار نیست. اما چرا به این به این سیستم آشنا شدم؟ سفر آخر ما که از کمبودیا به دلیل کار اساسی تموم شده بود و کووید و این داستانا، از این سفر بسیار طولانی که داشتیم اومدیم اینجا برگشتیم به بیس خودمون در سیدنی و من احساس کردم که من که همیشه فعال بودم و این طرف و اون طرف و اینا باید یه کاری رو شروع کنم. البته ناگفته نماند که واقعا به دوره بازنشستگی هم نزدیک شده بودیم، حالا در واقع شروعش تازه کرده بودیم. من گفتم که من کسی نیستم که بخوام بشینم بخوام، به دلیل بازنشستگی میدونی آدم بشینه تو خونه و اینا، بهتر یه کاری داشته باشه. شروع کردیم به کار دوم که همین کار کنه. این کار سر راه من قرار گرفت، با دوستان بسیار عزیزی مثل سانا جان و بقیه آشنا شدم و واقعا یک عالم یادگیری برای من داشت. واقعا چون من که تاریخچه لایف به زمان شما سانا جان نمیخوره، درست ما یک جنریشن عقب، من عقب تر از شما هستم. در زمان من فیسبوک زیاد جایی نداشت، میدونی ما فیسبوکی نبودیم. حالا از مامانم بپرسیدم حتما همین حرف منو میزنه، فیسبوک نبود خیلی رنگ. ما خودمونم تو بچگی نبود دیگه، اصلا نبود، یه مدل همه چی تغییر کرد بعد از
تو این چند سال گذشته، تو این 10-20 سال گذشته خیلی تغییرات شده توی مسائل آنلاین. خلاصه به این داستان کشیده شدیم و خیلی خوشحالم به خاطر که یک دنیا یادگیری داشته برای من، یک دنیا دوستای عزیزی از سراسر دنیا داشته که واقعا امکان اصلا ملاقاتشون وجود نداشت از این طریق، و در ضمن که سیستمی هست که در خدمت بشره. حالا بعدا بهش میپردازیم. واقعا اعتقاد دارم سانا جان این راهی که ما شروع کردیم تازه شروع یک راه بسیار طولانی فداچم، یعنی به زودی احتیاج به سیستم های آنلاین به قدری میشه که دیگه لاینفک از زندگی هستی. یعنی دیگه اگه کسی آنلاین رو نشناسه، حتی بیزینسمن موفق باشه، یک آدم یک کامپانی بزرگ رو اداره بکنه، کارش به گیر میخوره فداچم. یعنی اینطوری نیستش که این سیستم محدود به ما بشه یا محدود به دو تا مثلا شرکت دیگه بشه. حالا بعدا جزئیات چه، من میخواستم سوال من از شما هم همین بود، شما با تجربه‌ای که در استرالیا دارید، در این همه کارهایی که در استرالیا کردید و معلوم شد بچگی هم اینجا بودین در واقع، حالا بگم بچگی نه اینکه مثلا ممکنه به دنیا اومده باشین یا نه، ولی تاریخ زندگی واقعی شما از استرالیا شروع میشه، شما این تفاوت این کار با کارهای آنلاین میبینی فدات جان؟ خیلی خیلی تفاوت داره کتی جون، شما دقیقا درست میگین. منم کلاس اول بودم، یعنی کلاس اول رو تموم کردم تو ایران که ما اومدیم بیرون دیگه، بعد دیگه مثلا برادر من اینجا به دنیا اومد و من اینجا، من همیشه خیلی ذوق کار کردن رو داشتم، یعنی حتی به ایج قانونی کار کردنم نرسیده بودم، فکر کنم 13 بود چند بود، همش هی میگفتم هی به مامان کار میخوام هم کار کنم، میگفتم برای چی میخوای کار کنی؟ دوست داشتم بیام تو محیط، دوست داشتم یه چیزی یاد بگیرم، دوست داشتم میدونه یه ایندیپندنسی از خودم داشته باشم. به این دلیل شد که من از سن خیلی کم شروع کردم کار کردن، از کار مختلفی که تو اون سن میگیری، توی هاسپیتالیتی، تو رستوران و اینا گرفته، که بعد دیگه همینجوری که دیگه مدرسه ادامه پیدا کرد و رفتم دانشگاه و اینا، کارهای مختلف کردم، مثل تو رادیو کار کردم، برای کانال 10 اینجا کار کردم، همینطوری که درس حسابداری رو میخوندم در کنارش هی کارهای مختلفم ترای میکردم، یعنی یه تجربه ای دارم از خیلی فیلدهای مختلف. تو مارکتینگ کار کردم، رشته اکانتینگ خودم رو تو دانشگاه که بودم داشتم کار میکردم پارت تایم، بعدش رفتم فول تایم و اصلا خوشم نیومد، رفتم تو ریال استیت. ولی چیزی که تو همه این کارا مشترک دیدم، خب خیلی تفاوت داره، یعنی هر کار آفلاینی شما اون دیپندنسی رو داری که اگر یه روز شما نری خب درآمدی نداری، حالا درست انیو لیو اینا همه هست، بالاخره اونا تموم میشه دیگه، یعنی کار اصلی شما دیپندنتی که شما یه جا بری. و من همیشه با اینکه خیلی کار رو دوست داشتم، با اینکه خیلی هیجان داشت برام، مخصوصا کار ریال استیت، مخصوصا کار کانال 10 که بودم، میدونی چون یه کاری بود که با آدما اینتراکت میکردی هر روز یه شکل، ایناش خیلی برام هیجان انگیز بود، ولی همیشه یه بنبستی تای داستان میدیدم که با خودم گفتم خب خیلی هم عالی، ولی من وقتی به یه جایی برسم که دیگه این توان رو نداشته باشم که انقدر بدو بدو بکنم، اون موقع چی میخواد بشه؟ بنک بلنس من قرار به کجا برسه؟ چقدر مثلا من الان هر چی هم سیو کنم قرار نیست که تا اون موقع، بالاخره این پول یا آدم خب اینوستمنتش رو انجام میده. ولی وقتی که این آپشن آنلاین رو دیدم که آروم آروم، یعنی الان هنوز خیلی فرشه این داستان، ولی وقتی که دیدم این داستان داره باز میشه و خیلی کسا دارن از خونه، الان مثلا یه پسر 18 ساله بیلیونر میشه از طریق یوتیوب، میگم واو. من مثلا یه دور این میما دیده بودم، یه قیافه شکلک جوکر درست کرده بود، بعد آدم داشت به خودش تو آینه نگاه میکنم، میگم من حس جوکر بودن دارم وقتی که نگاه میکنم، میبینم یه 18 ساله بیلیونر شده از پشت کامپیوتر نشسته تو خونه و من دارم میرم مثلا 12 ساعت کار کنم. اینم برای من این شکلی بود، یعنی اون بنفیت‌های خودشو داره، ولی در آخر هی همش با خودم گفتم خب در آخر چی میخواد بشه؟ یعنی من نتونم یه هالیدی برم موقعی که دلم میخواد، کار دیپندنت کارم باشم، حتی اگه آدم برای خودش کار کنه آفلاین که خب کاری که من الان میکنم، بازم
اون فلکسیبیلیتی رو نداره آدم که بگه الان اوکی هفته دیگه من میخوام چمدونم رو ببندم برم یه طرفی. نمیتونی که هزار تا همه چی باید با هم الاین بشه تا ما بتونیم یه مسافرت مثلا 2 هفته یه جایی بریم. واسه همین ایم بیگ پیکچر من همیشه این بود که به خاطر اینکه پتانسیل آنلاین انقدر زیاد بود، دلم میخواست که قشنگ برم تو این داستان و آنلاین بیزنسی داشته باشم که میتونم روش ریلای کنم، حالا من چه آفلاین بخوام کار کنم چه نخوام کار کنم یا تا هر وقتی که بخوام کار کنم بدونم که یه اینکام پسیوی میاد از آنلاین. به اضافه این که توی این بیزنس ما همین علمی که داریم یاد میگیریم که به قول شما آدم اگر یاد نگیره اینو واقعا عقب میمونه تو این دی ان ایج، بخاطر اینکه همه چی دیگه داره میره به سمت آنلاین. من برای کار خودم هم که ریل استیت ایجنت هستم، تبلیغات من الان کاستی برام نداره، به راحتی من میتونم از طریق فیسبوک ادورتایز بکنم بیزنس خودمو، به جای اینکه برم صدها هزاران فلایر پرینت کنم، بیلبورد هزاران دلار ماهی پول بدم که مثلا یه بیلبورد یه جا بزنم، به جای همه اون کارا من میتونم یه اد فیسبوک بذارم که همون اندازه مشتری ولی حتی بیشتر با ریچ خیلی بیشتر برای من بیاره. اینه که فرق داستان خیلیه و اینکه شما مثلا تو کار آفلاینتون همیشه محدودین، حتی اگه بیزنس اونر هم باشین، اگه ایمپلوی باشین که خب حقوق میگیرین درآمدتون رو دارین، اگر که بیزنس اونر هم باشین محدودین به اون ریدیسیه که شما کار میکنین. یعنی این نیستش که مثلا من حتی تو شهر خودم هم نمیتونم خونه همه جای شهر لیست کنم همه جا بفروشم، مثلا منطقی نیست که من بخوام مثلا 45 دقیقه برای یه اوپن هوم یا یه خونه نشون دادن برم اون ور شهر. ولی کار ما آنلاین، اصلا کلن کارهای آنلاین گلوبله، یعنی شما همه دنیا رو دارین برای کار کردن، اودینس شما همه دنیا. اینه که خب مسلماً چی میگن این پتانسیل درآمدش و گروثش سکیل کردنش خیلی خیلی بالاست. این چیزایی بود که من خیلی فرقای زیادی تو این داستان میبینم. قبول دارین؟ واقعا 100% به صحبتی که من داشت گذار میکرد شما اشاره کردی سانا جان. جالبترین قسمتش بود شما گفتی شما کلاس اول بودی اومدی، درست پسر منم کلاس اول بود اومدی اینجا سانا جان. اونم کلاس اول بود اومد و گفتی آنم بود که من درست هستم. در واقع ما الان این کانورسیشنمون بین دو جنریشن هست واقعا. حالا ازش داشتی واقعا که من دارم در دو جنریشن این مسئله رو با هم دیگه مقایسه، یعنی باید امروز این کار بکنیم که در دو جنریشن، یعنی در واقع ما با دو جنریشن متفاوت، با دو تا طرز تفکر متفاوت، با دو تا مقطع تاریخ زمانی متفاوت ما به یک سیستم پیوستیم. یعنی این سیستمی که ما درش الان قرار گرفتیم، همین سیستم آنلاین، یعنی که الان زیر سن مادر شما هستم و شاید بزرگتر حتی و شما، الان ما در یک راه داریم قدم برمیم، یعنی همون کاری که شما میکنین رو منم مجبورم انجام بدم. حالا ممکنه که کوالیتی کارها در یا ابعادش یا شکلاش به صورتهای مختلف متفاوت باشه، ولی واقعا این سیستم های آنلاین مسئله، مثلا شما اگه به عنوان مهندس مکانیک وارد یک کاری، منظورم این است، نتیجه گیری این است سان جان، حالا من داشته به شما ریال استیت هم میتونم فکر کنم، مثلا شما به مهندس مکانیک باشید، حتی بهترین سابقه کاری هم داشته باشید که مثلا من و شوهرم داریم، وقتی شما به یک سن، به یک مقطع زمانی رسید، مثلا 67 68 چند اینجا رسیدید، اگر بهترین اکسپریانس هم به اینا آفر بکنید و بهترین شرایط هم براشون آفر بکنید، اینا قادر نیستن به راحتی شما رو استخدام بکنن، چون مسئله بیمه پیش میاد، مسئله مثلا سن پیش میاد، میگن تقدم با جوان ترهاست که واقعیت هم داره، چون محل به هر صورت کسایی که برای کار اقدام میکنن و متقاضی ها به عرضه و تقاضا محدوده، یعنی ممکنه که در یه شرایطی استرالیا قرار بگیم مثلا ریسیشن های سالهای قبل که اصلا بهترین مهندس ها بیکار بودن، درست، یعنی همه در واقع بیکار بودن از جمله مهندسا. البته ما موقعی وقت داریم که تازه بود اومده بودیم و اتفاقا مهدی خیلی سریع
همون دورم رفت سر کار و بعدشم من. ولی منظورم که یعنی شما در سیستم های آنلاین محدودیت زمانی که نداری، مکانی شما اشاره کردین، همونطوری که گفتین این کار به همه جا میره و پنجره دنیا میتونه رد بشه، یعنی همین ادورتایزی که فرض میکنه شما میکنید، اگه ما قارهای دنیا رد بشه، من میخوام امروز این اعلام بکنم که این از نظر زمانی هم همینطوره. اگر من تو این کار وارد بشم و شما و حتی کسایی که ممکنه تو سنهای پایین تر باشن ولی حتی بالاتر تو این کار هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن، در واقع میتونن یه طور فانکشن بکنن، یه طوری پیش برن، یعنی در واقع سیستم آنلاین مسئله محدودیت زمانی رو از بین برده، محدودیت مکانی رو از بین برده، محدودیت سنی رو از بین برده. در زمانی که شما در کنار فرزندانتون هستین یا من پلوی فامیل هستم یا در سفر هستم، اون سیستم اتوماتیک داره کار خودش رو انجام میده. شما نمیتونید این رو با هیچ سیستمی در دنیا در حال حاضر، ممکن فردی سیستمی اختراع بشه، اینونت بشه که از این بهتر کار بکنه، من در آینده نمیتونم اظهار نظری بکنم از نظر آینده، ولی در حال حاضر هیچی نمیتونه جانشین اینو بگیره سانا جان. و جالب این که باور کن سانا جان، در این سال گذشته به دلیل کارهای ما، کارهای من و مهدی، ما به خیلی کشور رفتیم. من باور کنید ز 70 تا کشور شاید مثلا سفر کردم که مثلا 10 تاش ساکن بودم اونجا، یعنی مثلا من خیلی 10 تا شهرهای دنیا با کشورهای دنیا رو از سیدی بهتر میشناسم. باور نمی کنید اینا که مثلا کشور جهان سوم بودن، کشورهایی هستن که مثلا میدونید وضع اقتصادیشون مرفه بودنشون، اینشورنس هاشون، نمیدونم امکانات که دولت در اختیارشون میذاره به اندازه استرالیا، آمریکا، کانادا، این کشور جهان اول نیست. ولی مثلا همین کمبودیا که اصلا کسی، من حتی بگم کمبودیا میگن آه چی میشه، چی میشه کامبوج میشه، یعنی نمیدونن واقعا اینجا این کشور بسیار زیبا در کجای دنیا قرار گرفته واقعا، که چقدر من از این کشور لذت میبرم و چه انسانهای جالبی در این کشور زندگی میکنن. زمانی که من میرفتم برای یک کافی شاپ، یه جای کافی شاپ میشستم یه مثلا قهوه چیزی بخورم، باور کنید سیستمای آنلاینش، یعنی سیستم وای فایش حالا میگیری، وای فایش رو میگیری، از به مراتب سرفستر از استرالیا بود. یعنی من به راحتی میتونم کامپیوترم رو آنلاین کنم، تلفن، باور نمیکنی. حتی مثلا کره، من مثلا 6 سال رفته بودم کره، the fastest اینترنت، یعنی اصلا این کشور بده فست از اینترنت. حالا میگیم کره مثلا، بازم امکانش به هیچ وجه به اندازه استرالیا کره خیلی پیش رفته. یعنی دور بریم سال اونجا کسایی که از ایران میان، ببین چقدر در سیستم های فیسبوک و نمیدونم تیک تاک و نمیدونم لینکین و غیره واردن. اصلا دانش بچه های جهان، جوان های جهان سوم، من به دلیل بفکرم شرایط اقتصادی است، به دلیلی که اینا خیلی خیلی وقت از قبل این کار شروع کردم، بدلیل محدودیت های محدودیت اقتصادی و مشکلات اقتصادی که داره. درست میگم. من چیزی میخوام و نتیجه گیری بکنم این هستش که شما در هر جای دنیا در حال حاضر بخواین فعالیت داشته باشین و بخواین اون هدفی که دارید و اون ریپرزنتیو هر کیسی که هستید، ریال استیت هستید، مثلا ریال استیت به طور مشخص، من یادم وقتی کیس ریال استیت داشتن با یکی از دوستانم اینجا صحبت میکردن، ایشون میگفتش که ما بایرامون رو از هنگ کنگ میگیریم، قربونت برم، بایر هنگ کنگ، بایر چاینا، بایر نمیدونم یک کشوری در دو هندوستان، هر کی میدونی چقدر با مارکت بزرگ برای اینا باز میکنه. دقیقاً یعنی حواده بر استرالیا پلاس بیلیونز، پلاس بیلیونز، یعنی شما وارد یک دنیای دیگه میشین که فقط به وسیله آنلاین میتونین بهش راه پیدا بکنین. اینو واقعا من سعی کردم قبل از اینکه وقت وارد این صحبت بشم، حتی در صحبت‌های دوستانه روزانه به خودم و به دیگران بقبولونم که واقعا دیگه راهی به جز مسئله آنلاین وجود نداره. اصلا مگه یکی دیگه بده چیزی ایونت کنه بهتر از این، مثلا ببینی که اونم در آینده اتفاق میفته. مثلا ما رفتیم مثلا به کره، اگر به این سفرهای کره مثلا اونجا آنلاین نباشه یه چیز دیگه باشه، وگرنه من تا زمانی که دارم در
در آینده باور کن، یعنی اینو من بعید نمیدونم، یعنی غیر از این هیچ نمیتونی جاشون بگیری. این نه به نظر من هست. الان وقت خوبیه، الان وقت خوبیه، چون این الان البته قبلش هم بوده کسایی مثل جف بیزوز و کسای دیگه که انقدر استفاده کردن از این، ولی الان آدمایی که یعنی الان هر کسی میتونه این کارو بکنه، هر کسی میتونه بکنه، هر بکگراندی، هر ایج گروپی. ما تو این بیزنس هاوس وایف داریم، کسایی داریم که پروفسورن، کسایی یعنی همه مدل تو این بیزنس داریم. و وقتی که یه چیزی وجود داره که هر کسی میتونه باهاش ادپت بکنه، استفاده بکنه ازش و به راحتی پول، نمیگم راحت، هر کاری زحمت داره، ولی با یه مدل دیگه که میتونی زندگی تو راحت بکنی و همزمان پولت هم در بیاری، واقعا این از دست دادنه اگه آدم توی جزء این ماجرا الان خودشو قرار نده. میدونی با الان موقعشه که تو جامپین و میس اوت نکنیم، چی میگن اینجا، نه من فارسی چی میگن، don't miss the boat، you know. الان وقتشه که وارد این دنیا بشیم که عقب نمونیم. برگشتیم کنش. ولی خب خداشون بودم میتونیم معروف تریبونو به دستمون افتاده، میتونیم حرفمونو برسونیم با توجه به اینکه خیلی قطع و بستم داشتیم که واقعا نمیدونم بگم دیگه، این اشترام ناپذیره واقعا. ولی همینطوری که گفتی سانا جان، این واقعا جا افتاده است. ولی در مورد یادگیری که گفتی، این خیلی برای من جالب بود الان مشاهده کردی. مسئله یادگیری همون وظیفه ایست که ما داریم، یعنی ما از وقت اومدیم تو این کار، یعنی من باور کن سانا جان، از این که بخوام یک جنسی رو پروداکتی رو بفروشم اصلا وحشت دارم، چون من آدم می نیستم که مثلا میدونی بیام بگم مثلا آره این، نمیگم این حسن، این عیب نیست، بسیارم باید به نظر من اصلا سیستم بر اساس این حرکت بکنه، ولی اونطوری بونه کانالیزه نشدم، اونطوری ترین نشدم که بتونم بیام بگم که آره مثلا این کارو بکنی، این کارو بکنی، این داستانا نیست. ولی خوشبختانه در این کارم نمی کنیم. یعنی وظیفه ای که من دارم الان به عنوان یک کسی که وارد این سیستم شدم این هست که این سیستم ها آشنا بشم، فیسبوک، نمیدونم تیک تاک، لینکین که خیلی باش آشنا هستم و غیره و زالک، اینا رو باش آشنا باشم، بیشتر آشنا بشم و اینا رو در خدمت کسایی قرار بدم که بعدها به ما میپیوندن یا الان دارم میپیوندن. یعنی کار ما آموزشی در واقع، و این همون چیزیه که یا در باید با تجربه، با پرکتیس، با تجربه، با امان کردن همه اینا برین جلو، یا با این سیستم ارگانیک، یعنی سیستم منسجم درست حسابی که به شما پایه به پایه این رو یاد بدن. و من انقدر خوشحالم از این مسئله که ما از روز اولی که وارد این کار شدیم با این پکیج های ترینینگ مونسانا جان، با این منتور و کوچ هایی که واقعا با ما همراهی میکنن، حداقل ما رو راه انداختن. فدا چم، من نمیگم تا آخر عمر اینا باید دست ما رو بگیرن این طرف اون طرف، برن نه، ولی اولش که آدم وارد میشه میدونید اصلا ویگ مسئله براش، یعنی برای من اصلا مسئله بغرنج که من اصلا کجا هستم، آیا اصلا من درست اومدم تو این جمع، یا مثلا همون به قول باور کنید، یعنی همیشه سم این کامپیوتر نگاه میکردم، این نگاه میکردم من اینا چی میگن، مثلا داستان چیه. ولی واقعیت این که بعد فهمیدم چقدر سیستم قشنگ بل ارگانایزد هستن، یعنی به کسی که مثلا هیچ بکراند، بازم من بکراند کامپیوتر داشتم، من سالهای سالی دارم با کامپیوتر کار میکنم، ولی پکیج هایی که من کار میکردم کاملا با این کارهایی که ما میکنیم متفاوت بود، خیلی حالا فکر میکنم جدیتر، ولی الان فهمیدم که واقعا اینم جدیه، هرچی با به قول من دلار تماس داشته باشیم باید جدی تلقیش بکنیم. میدونی چی میگم، یعنی وقتی که با دلار پیش میاد، با کانترکت پیش میاد، شما بگید سریسلی، یعنی واقعا مجبوری که روش فکر بکنی. اینطوری نیست که من بگم آره مثلا اون مهندسی اونطوری، نه این ریال استیت اونطوری با دلار این قصد، این سیستم ها باید واقعا بر اساس اون نیازشون و اون لیولی که قرار میگیرن با هم دیگه مقایسه بشن، یعنی جداگانه منظورم که باید مقایسه میشن. و واقعا تو این کار، کاری که بلسینگ هست برای ما این هست که این سیستم ها واقعا جا افتاده است، یعنی جای ترینینگشون دانش ابتدایی به آدم میده،
کوچ و منتور همینطور قدم به قدم راه هست، سوالی داری یه تکست بزنی سانا جان، نمیدونم دوستان عزیز دیگه‌مون این طرف اون طرف میان به آدم جواب میدن، خودمون یه کامیونیتی وجود آوردیم که بکاپ میکنیم همدیگر رو، کامپیتیشن به صورتی که منفی باشه به صورت مثبتش وجود داره ها، که من فکر کنم او سانا جان چه مثلا با دیستریبیوتور موفقیه، ای کاش که منم بتونم مثل ایشون بشم، اینا هست، یعنی کامپیتیشن پازیتیو هست ولی نگاتیو نیست. نگاتیو که بگیم مثلا میدونید سیستم های اداری نگتیبش آدم کاملا، مثلا تو آفیس ورک شما همیشه با یه همچین نگتیب انرژی های همراه هستید، کسایی هستن که میدونی نه کار پیش میبرن، نمیگم حالا همه، خیلی با آدم های مثبت و پازیتیو وجود دارن ولی واقعا در کنار اونها همیشه مشکلات اینطوری هم هست. ولی واقعا من هنوز برای یک سال، هنوز که یک سال نشده ولی چند ماهی هست که تو این کار هستم، واقعا این احساس نکردم که یک نگتیو انرژی به من داده بشه که مثلا منو از کاری که دارم با بذاره اینا. واقعا یعنی من از این تصمیمی که امروز گرفتم الان در خدمت شما هستم دارم میگم بسیار خوشحالم سارا جان، که به نوعی این سالهای بازنشستگیم رو خودم به یه نوع مثبتی صرف میکنم که نه مثلا سفر برم جلوم کسی، مثلا من فردا میخوام برم مثلا یه جای دنیا، خب اگه من کار عادی باشه که باید بگی خدا حافظ و هیچی تموم شد همه چی، ولی الان با گذاشتن همین لپتاپ و همین موبایلم من همه چی در اختیار خودمه دیگه. یه چیز کوچیک باید واقعا می‌خواستم اضافه کنم، شما عزیزم اون میدونم خیلی اطلاعات بیشتر از من هست راجع به مسئله سانا جان، مثلا ما یه سفر دریایی رفتیم دیدیم که این خانوما خیلی آدمای جالبی اومده بودن از آمریکا، این کشتی حرکت کرده بود و اینا همه 3 ماه تو راه بودن، بعد من گفتم که به یکی از خانمای آمریکایی گفتم که شما دارین چیکار می‌کنی، گفت من دارم کار سیستمای آنلاین هم هستم، باور کنم مثلا اینطور راجع به چی داری صحبت میکنه، سیستم آنلاین تو کشتی وسط اقیانوس، آخه میدونی خودت منم که اصلا اینطور آنلاین یعنی آنلاین میدونستم پسای، ولی آنلاین اپلیکیشن آنلاین نمیدونستم چی داریم تو بقیه سر اقیانوس خانم آنلاین کار کنه، چه بسا که اون روز میخوانیم داشت راجع به این سیستم ها صحبت میکرد عزیزم. من دیگه بیشتر از این نتونستم واقعا تو بحثش همراهی بکنم، چون واقعا دیدم که شیم آن می که من نتونستم، نمیفهمم این داره چی داره صحبت میکنه، ولی واقعا آنلاین کلمه آنلاین رو من اون روز شنیدم. خانم آقایون همه یکی از این وای فای مثلا یه کارت میداختن گردنشون که اون پسوردشون بود و همه اینا، بعد مثلا میگم که اینا همه رو کامپیوتر هستن، یعنی اینا سر سفر 3 ماهه کارشون رو متوقف نکرده بودن. ولی من اگه من مهدی اگر یه کار مهندسی باشیم همین که از این کشور بریم خارج بشیم اون کار بسته میشه، یعنی به عنوان مرخصی هرچی هست اگه حقوقی باشه امکاناتی باشه بسته میشه تا زمانی که دوباره برگردیم روی این کار. اینا واقعا یکی از حسناش هست، یعنی شما در واقع همه جا اویلیبل هستی و هیچ کس مشکلی زمانی و مکانی. آره نه نه این خیلی عالیه، خیلی پوینت خوبی رو گفتیم کاترین جون، به خاطر اینکه این یه چیزیه که من یادم یه سالایی همچین چیزی رو من تو خواب و رویام میدیدم که مثلا یعنی میشه، یعنی آدم در حال فان داشتن، در حال مسافرت رفتن، چرا بشینی تو خونه وقتی میتونی لپتاپ تو کار تو همه چی تو با خود برداری بری مسافرت بکنی، همه سال درآمدت هم داره همینجوری میاد، آدم زندگیشو میکنه دیگه. نه خیلی یعنی این واقعا یه بلسینگه، یعنی من هر روز به این فکر میکنم که چه خوب که مثلا 2 سال پیش من نمیدونستم قرار کدوم بیزنس ها انجام بدم، خیلی سرگردون بودم از این لحاظ، 2.5 سال پیش اینطورا همینجوری ما در حال سرچ بودیم و به خاطر که میدونستیم این پتانسیل هست ولی نمیدونستیم چه جوری باید این کار رو انجام بدیم. خیلی ها فکر میکنم هستن که دوست دارن میدونن پتانسیل آنلاین چیه و چه مدل زندگی میتونن داشته باشن اگر آنلاین کار کنن، ولی اصلا نمیدونن چه جوری باید این کار کنن. خیلی فکر میکنن تنها راهش اینفلوئنسر بودنه یا مثلا کارهای دیگه، ولی مثلا چی میگن آمازون و اینا، ولی این راه یه راهیه که یعنی شما دقیقا خودتو پلاگ میکنی into the system و همون چیزی که همه انجام دادن شما انجام میدی، یه منتور یه کوچ همونطوری که گفتین دست شما رو میگیره تا راه بیافتین و
چند ماه بعد اصلا شما دیگه خودتون رو نمیشناسین، یعنی یه راهی اومدین که یه پیشرفت خیلی زیادی، الان خود شما اینقدر موفق هستین تو این بیزنس. واقعا روز اول فکر میکردین که الان اینجا باشین، الان این همه چیزی که از این بیزنس شما یاد گرفتین، من یاد گرفتم، من میدونم خودم واقعا اصلا فکر نمیکردم که من حتی نمیدونستم چجوری یه اد ران کنم روی فیسبوک که حتی برای ریل استیت خودم همونطور که گفتم ادا رو میدیدم ولی نمیدونستم چجوری باید بکنم. الان همون یه چیزش برای خود من بیگ دیله. واقعا همینطور که میگی سانش، برای شما که کار بودید و با قول شما در فعالیت کاری بودید و آپ تو دیت بودید، به هر صورت شما ریل استیت مثلا یک بیزینس های بسیار آپ تو دیته، مجبوره که واقعا همه جا باشه. خیلی جالب شده این رشته، اصلا همین رشته ریل استیت رو گفتن نامده که من یه دیگری هم در ریل استیت دارم، ولی هرگز استفاده نکردم. هم در موضوع اونجا فقط گفتم برو یه کلاسی من میتونین یه روز استفاده کنی. من یعنی نظر مدرکش دارم، ولی از بس که علاقه من بودم به این رشته و چقدر رشته جالبیه، یه مقدارش به لو میخوره، باید قوانین لو فیرم رو بدونیم، یه مقداری با لویرا که صحبت میکنیم، خود ریل استیت خیلی جالبه، واقعا خیلی خیلی علاقه من بودم. ولی منظورم حالا اینه، ولی جالب این هستش که سانا جان هر جنبه، مثلا یکی از مسائلی که برمیخوره، یکی از دوستان از من پرسید کدی حالا تو این کارشون واقعا انتظار نداشتن که من این چالش و این چالش رو داشته باشم تو این سن. فکر کردم من یک آدمی هستم که مثلا حالا از اول اسم مهندسی اومده تا آخر عمر با همین پولمن با همین میریم توی بریم بر اون دنیا. یعنی ما هیچ به غیر از این که خودمون وجود نداشته و خلاصه به قول معروف یک مشت محکمی به این نظریه زدم، کار نداریم. ولی جالب این است که مثلا از من پرسید که حالا کتی جان شما که میگین پروداکتی نمیفروشی اینا، پس این در واقع چه سیستمای شما رو بکاپ میکنه، اسپانسرهای شما که هستن؟ فقط سانجا این نکته خیلی جالب رو بعد سفر پیش داشتم دیدم، باور کنید این کشور ژاپن یه کشوری که تو جنگ شکست خورده، جنگ جهان دوم اینا شکست خوردن، میدونید که آلمان و ژاپن نابود شدن، اینا اومدن سیستم های آمریکایی اومدن اینا رو راه انداختن، اینا اومدن اصلا بگن ما میایم مثل زمان قدیم اینا رو مثلا اموالشون رو غارت کنیم، چون شکست خورده بودن دیگه، این همه هم به اینا ضرر زده بودن، ما میایم سیستم های آمریکایی رو، سرمایه آمریکایی رو میذاریم تو اینجا رشد بکنن، ولی مثلا ارتش نداره این کشور که یه دفعه بخواد جلو ما رو بگیره. یه همچین سیستمایی به قولی پسرم که خیلی اطلاعات هیستریکالی زیاد هست که مارشالو رو تو این کشورها را انداخته، اگه من درست بگم. البته در واقع کشورهای ژاپن و چند مثل آلمان و ژاپن دو تایی، چون آلمان هم واقعا همینطوری وقتی میبینی متوجه میشید، میبینی این کشورها از کشورهایی که دو جنگ بردن، یعنی جنگ رو بردن، اینا برنده ترن الان، یعنی پیشرفته ترن. آلمان و ژاپن و کشورهایی که در جنگ شکست خوردن از کشورهایی که در جنگ پیروز شدن اینا بهتره بعضیشون. دلیلش این هست که اینا واقعا آدمای سایی و آدمای فعال و تکنولوژی های سطح بالا دارن. امروز به شما بگن سانجا شما یه ماشین تویوتا های خیلی مدل بالا میدونید، ماشینشون خیلی سطحش بالا، نه این تویوتا هایی که واقعا یه ماشینی دارن از بنز و نمیدونم از لاکچری اینجا خیلی زیباتر جالبتر، یعنی ولی به من اگه بگن من ماشین آلمانی یا مثلا ماشین مثلا اروپایی یا هر بعضی وقتا آمریکایی، حتی من تویوتا رو ترجیح میدم. یعنی امروز همین انتخابی که ما میکنیم، یادمه وقتی ما میرفتیم مثلا یه یخچال بخریم، حتی در ایران که من خب زیاد واقعا زندگی نکردم، همینجا میگیم قسمت شنیده باشی، ما همیشه دوست داشتیم دو جنس ژاپنی بگردیم برای وایت گودزمون، مثلا به جای مثلا و حالا فکر کنید که این کاری که ما داریم میکنیم سرش همین کش همین کمپانی ژاپنی نزدم، یعنی این هم یه امتحان دیگه است که اینا از این امتحان هم سفید در سفید
روسفید در اومدن به قولی معروف. یعنی ما اسپانسر تمام کارهایی که داریم میکنیم در واقع کشور ژاپن و کمپانی ژاپنی هستن که امتحانات خودشون به دنیا پس دادن، با همین تویوتایی که داری میبینید، با همین یخچالی که میبینید که مثلا ژاپنیش خیلی کوالیتی همه کارش بهتره مثلا تا مثلا چینیش یا نمیدونم سنگاپوریش یا مالزیاییش هر جا. ولی اینا میخوام بگم یعنی همه کاری که ما شروع کردیم تمام به قولی معروف لاینایی رو که به بیزینس ختم میکنه رو یه طوری جالبی انتخاب کرده، میدونی، یه طوری انتخاب کرده که صحبت روش نباشه. مثلا اومده میگه اسپانسر این که مثلا اسپانسر ما این ژاپنه، نمیدونم این سیستم ما آنلاینه، میام شما رو با اون سیستم های جالب ترینینگ و اینا بکاپ میکنیم برای مثلا فیسبوک و غیره و اینا. واقعا طوری که کار کرده ها جایی برای سوال باقی نگذاشته در این کاتگوری که قرار گرفتیم. میگم ممکنه یکی خیلی به جای این رقمایی که برای سرمایه گذاری که حالا داشته بود یه امکانات دیگه ای داشت، ولی ما اصلا مینیموم پولی که برای این کار میذاریم رو، مینیموم اینوستی که میذاریم رو برای این کار شروع کردیم. ساناز دقیقا این رقم مثلا قابل یعنی واقعا خیلی کوچیکه، ممکن البته رقم برای خانواده مهم باشه، ولی با توجه به اینکه بعد در نهایت با درآمدی که به وجود میاره اینگیره برای بازش هستی که غیر داری که من خواهش مهاد شما تو بحث تو بیش ادامه دید، اینا واقعا جایی برای شک باقی نگذاشتن. نه دقیقا خیلی پوینت خوبی رو گفتین. امیدوارم که این سیغت بس شده. آره نه اوکی بود، یه ذره وسطش پست شد، ولی آره نه خیلی پوینت خوبی رو گفتین، چون با یه کمپانی ژاپنی که ما کار میکنیم، یکی از کمپانی اصلی که ما باش کار میکنیم، 50 سال این کمپانی خدمت داره و انقدر کمپانی قوی و جنرسی هست که نه فقط هی خودش رو ثابت کرده مثل بقیه کمپانی هایی که کتی جون گفتن، یه بیزنس مدلی داره که این پتنت شده به خاطر اینکه انقدر این خوبه و هیچ بیزنس دیگه ای این همچین جنروسیتی همچین دونگ بیرون. این کمپانی دنبال درآمد خودش هست، میخواد که بنفیت کنه، مثل هر کمپانی دیگه پروفیت خودش رو داره، ولی در این حال خیلی کامپنسیشن پلان جنرسی داره، تا جایی که حتی شما ریتایرمنت پلان از این کمپانی میگیرین. یعنی یه ریتایرمنت پلان که من اصلا همچین چیزی نشنیدم، که این باعث این شد که ما اصلا این اپورتونتی و اینجوری بود که من و همسرم این مدلی بودیم که کی شروع کنیم، چه جوری شروع کنیم، فقط به ما یکی بگه از کجا شروع کنیم، به خاطر اینکه یه پلانی داره که برای ما هم حتی میدونیم ما هم به فکر بازنشستگی مون هستیم، فکر میکنیم که مثل همین که گفتم خب ما تا کی قراره کار بکنیم، و این یه پلانی داره که شما حتی تو بازنشستگی درآمد پسیو میرسین، و نمیگم یک شبه انجام میشه، نمیگم یه ماه انجام میشه، این روزها کار میبره مثل هر چیز دیگه، ریز ریز روش کار میکنین تا رو بکنه، ولی در نهایت شما به یه پسیو اینکامی میرسین و یه پول بازنشستگی به اضافه پولی که دارین از بیزنس در میارین میگیرین. و چیزی که از همش حتی جالب تره اینه که شما اینو حتی میتونین به ارث بذارین برای بچه هاتون. یعنی این حد لولی که این کمپانی جنرسه، ولی خب کمپانی که میتونه و سالها خوش ثابت کرده با این بیزنس پلان رفته جلو و یک عالمه آدم های موفق از سوی کمپانی دارن خیلی پول هم میاره. اینه که دفنیلی اگه چیزیه که شما هم به فکرش افتادین و میخواین که از این اپورتونیتی آنلاین، حالا که اگر که گشتین برای اپورتونیتی های دیگه، اگر که نگشتین که خیلی خوش شانسین اگر این اولین اپورتونیتیه، چون من خیلی گشتم، اینقدر چیز مختلف رو نگاه کردم تا به اینجا رسیدم، ولی اگر شما اولین کمپانی، اولین اپورتونیتی آنلاینی که دارین میبینین اینه،
واقعا تنها چیزی که میتونم بگم اینه که وقت رو هدر ندیم و خودتون بیاین چکش کنین، یعنی باید ببینین که مناسب زندگی شما هم هست یا نه، ولی خودتون چکش کنین و کل بیزنس پلان رو بگیرین نگاه کنین، میبینین که هیچ آپشن دیگه ای قابل مقایسه با این نیستش. و برای همه، من داشتم یه کتاب اتفاقا جمعه ریویو این کتاب رو انجام دادم، یه لایو رفتم، کتاب ایکیگای که در مورد همینه که ژاپنیا چقدر موفقن و چقدر عمر میکنن، و یکی از دلایلی که اینقدر طولانی بالای 100 سال 110 120 115 سال عمر میکنن، یه درصد خیلی زیادشون، اینه که اصلا کانسپت ریتایرمنت نمیشناسن. یعنی اونا میگن که باید کاری که شما انجام میدین یه جوری اینترتواین باشه با اون چیزی که دنیا لازم داره، یعنی کالینگ شما هست، چیزی که حد سیم تو هم اینجوی میکنین و چیزی که درآمد خوب به شما میده، یعنی این سه تا چیز باید با هم جوین بشه و شما ایکیگای خودتون رو پیدا کنین. و اگر اون کار رو بکنین تا آخر عمر شما میتونین کار بکنین، کاری که دارین ازش اینجوی میکنین و مایند شما رو فعال نگه میداره و جوونتر نگه میداره شما رو. و خب این برمیگرده به همون کمپانی ژاپنی که ما باش کار میکنیم دیگه، یعنی با همین کانسپت با همین فلسفی میرن جلو. و وقتی که یه اپورتونیتی اینجوری هستش که شما میتونین، ما کسایی تو این بیزنس داریم که اصلا به دلایل مدیکال کاندیشنی که دارن، چی میگن، مثلا مشکلی دارن، یه مشکل مریضی دارن که از خونه نمیتونن برن بیرون، دارن این بیزنس رو به راحتی از خونه انجام میدن و خیلی درآمد بالاتر از کسی دارن که کاملا سالمه و بیرون داره میره هر روز داره کار میکنه توی یه جاب های پروفایل. نه که یه به هر حال چیزی که خودتون باید چکش کنین، انقدر بنفیت داره این کتی جمع، فکر کنم در موردش بخوام صحبت کنیم تا فردا هم اینجاییم، ولی چیزیه که هر کسی خودش وقتی که اون بیزنس پلان رو میگیره و نگاه میکنه به صورت ویدیوهای کوتاه کوتاه به شما نشون داده میشه، it's mind blowing، یعنی اصلا واقعا خیلی خوبه. چیزی که میتونم دیگه بگم، نه حرف درسته، تازه من فکر کنم که وقتی میبینه و اونا رو میخونه اینقدر تا وقتی میاد توش بیشتر متوجه میشه که چقدر واقعا این کار میتونه از نظر فکری، از نظر اجتماعی، شخصیت اجتماعی افراد، مثلا من کسایی میشستم که خیلی آدم شایی بودن، خجالتی بودن و اصلا راحت نبودن مثلا جلو دوربین برن، واقعا هم جلو دوربین رفتن کار راحتی نیست. اگه متوجه شده شید، حتی این سلبریتی های هالیوود هم یا از بچگی این کار شروع میکنن که براشون دیگه عادی بشه، یا اینکه انقدر کل دانشگاه بالا میرن و اینا تا جلو دور میرفتن براشون مثلا یه سر به راحتی در بیاد. یعنی ولی الان ما میبینیم که دوستان عزیز ما که مثلا واقعا در دنیای آنلاین که نبودن هیچی، اصلا یه سیستم های کاری محدودی داشتن، تو کشورهای زندگی میکردن که اصلا امکانات نبود، حتی مثل ما هم نبودن که این طرف اون طرف دنیا زیاد رفته باشن، ولی میبینی چقدر الان راحت با این مسئله برخورد میکنن، میرن جلوی دوربین صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، نمیدونم مطلب مینویسن، سوال جواب میکنن، اینا همه یک واقعا سیستمایی هستش که در آدم تولید میشه و ما تو این کار پرورش پیدا میکنیم. یعنی من خودم آدم که خیلی آدمه راحتی هستم تو اجتماع، یا بودم وقت نمی کردم خجالت بکشم، ولی واقعا تو سیستما یه طوری وارد الان طوری شدم که الان بود میلیون ها نفر مثلا میتونن این لایو ما رو نگاه بکنن. اینا یه کانفیدنسی هستش که واقعا اگر به صادقانه بگم سارا جان، اگر با 5 تا دکتر روانشناس و روانپزشک و نمیدونم سیستمای آموزشی پداکوژیکی رو باشه، یعنی آموزشی رو، یعنی آدم یاد بگیره و اینو رو خودش اپلای بکنه یا رو دیگر رو اپلای بکنه، شاید به این راحتی به جواب نرسه. یعنی شما یه کانفیدنسی میخوان، یه سیستم، یه جریانی میخوان که در
متولد بشه که بتونه این رو ریپرزنت بکنه اینطوری. و واقعا من در خیلی ها میبینم که این مسئله اتفاق میفته، یعنی یه مقداری از این کار ما مسئله شخصیتی و ساختن پرسونالیتی افراد هستش. نمیدونم واقعا چی بگم دیگه، به قول شما از هر جنبش بگی ما بلسینگ داشتیم واقعا تو این کار. زیباترینش دوستان عزیزی هست مثل سارا جان و غیره کانادا و در آمریکا و در سوئد مثلا. یه دفعه ببینید من نصف شب یک بچه از سوئد تلفن میزنه، خب سوئد کجا اینجا کجا، ما اصلا قرار نبود اینا رو ملاقات کنیم. واقعا جالبی به وجود اومده که گفتم هر جنبش شما نگاه بکنین ببینین زیباست. برای من خوش شدین یه لحظه. رد بشیم که دیگه بیشتر از این به قولی معروف وقت دوستان نگیریم، ما فیصله بدیم داستان. فقط سانجا اگه لازم میدین اون 140 دلار هم یه توضیح بده که از دلار که مثلا تا حدی روشن بشه. حتما حتما. بله، اگر دوستان که وارد این بیزنس بشین یا حالا اصلا بدونین چکش کنین ببینین که برای شما مناسب هست یا نه، استپ اول اینه که به وبسایت کتی جون یا به وبسایت من برین، اسم و ایمیلتون رو بذارین، یه وبینار 90 دقیقه‌ای براتون میاد، اون رو نگاه کنین، میتونین لایوش رو نگاه کنین. ما هر هفته اون رو لایو داریم به سالیه میشه چهارشنبه ها، و یا اینکه ریپلی هفته قبلش رو نگاه کنین که یه ایده‌ای به شما میده که این بیزنس چطوریه. بعدش اگر دیدین علاقه دارین بیشتر دوست دارین بدونین و بیزنس پلان کامل رو بگیرین و ببینین این بیزنس چجوریه، میتونین وارد ترایل 30 روزه بشین. 149 دلار US میدین، وارد ترایل 30 روزه میشین و همه چی رو میان چک میکنین از نزدیک. کل بیزنس پلان به صورت ویدیوهای کوتاه کوتاه به شما فرستاده میشه، اونا رو نگاه میکنین، با کوچ صحبت میکنین ببینین که مناسبتون هست یا نه. میان تو صفحه فیسبوک پرایوت ما، اونجا میتونین درآمدا رو ببینین، با بیزنس اونرهای دیگه آشنا بشین، صحبت کنین، سوال بپرسین، هر مدلی که دوستانین تحقیقتون رو میکنین. تا قبل از 30 روز و قبل از اینکه کوچینگ کالتون رو بردارین میتونین تصمیم بگیرین. اگر دیدین مناسب شما نیست که خب رسید دارین اون پولی که دادین و ریفاند میگیرین، اگر دیدین مناسبتون هست میرین مرحله بعدی با کوچ مشورت میکنین که چجوری سرمایه گذاری کنین و وارد این بیزنس بشین. و همین دیگه. پس استپ اول اینه که اول شما بیاین وبینار رو نگاه بکنین ببینین چه جوریه. و واقعا این چیزیه که همونجور که کتی جون گفت، یعنی یه وان استاپ شاپه، بیزنسیه که شما رو از همه لحاظ یه جای تغییر میده زندگیتون رو، از همه لحاظ، یعنی خودتون رو تغییر میده، زندگیتون رو تغییر میده. اوور تایم برمیگردین به یه سال گذشته خودتون که نگاه میکنین، به دو سال گذشتهتون، سه سال نگاه میکنین، میبینین شما هم رشد پرسنالیتی دارین میکنین، هم رشد آف کورس درآمد دارین و همه زندگی شما رو و این زندگی هزاران آدم ها رو کلا تغییر داده. اینه که حتما چکش کنین اگر اینترستد هستین، اگر دوست دارین و دیتیل کاملش رو بگیرین. مرسی کتی جون، مرسی واسه امروز از وقتتون، خیلی ممنون، خیلی عالی بود با صحبت با شما که انقدر لذت بخشه، من ساعت ها میتونم با شما صحبت کنم. منم همین چوسان جان، انقدر خوشحالم که این ما هم دیگه خیلی در کارهای مختلف دیده بودیم ولی به این شکل رو در رو نبودیم، وان تو وان نبودیم به قول معروف. ولی انقدر خوشحالم که انقدر قشنگ مسئله رو آنالیز کردی و کمک کردی مسئله برای دوستانم جا بیفته و ان شاءالله یه راهنمایی باشه در این سال جدید، چون ما داریم وارد سال گیفت کریسمسشون همین هست که بیان تو این سیستم ما وارد بشن و با گذاشتن همین مبلغ ناچیزی که شما گفتید واقعا 149 دلار یه شام بریم بیرون بخورین هیچی، اصلا هیچی بیشتر از این میشه. اینا به این سیستم ما وارد بشن و بتونن که بردشون خود که ایشاله ادامه میدن، وگرنه که مبلغ عیناً بهشون ریفاند میشه و بتونن در این مسیر برای خودشون و خانوادهشون مصور ثمر باشن و آینده بهتری داشته باشن. من شخصا از سال جزا بسیار ممنونم که کمک کردی، اینقدر قشنگ مسئله رو قشنگ باز کردی و اینا،
و از دوستان عزیزم با عرض معذرت، اگه سیستم درست کار نکرده پوزش میخوایم، ولی واقعا این is not under our control بقول معروف، این همچین کیسا هستش. دقیقا. به امید از اینجا میدونم که ما آدم های واقعی و این بیزنس این هم این هم قدی که این ایشوهای تکنولوژی واقعی ما واقعا هستیم همینطوری. واقعا همینطوری. خیلی ممنونم عزیزم، با تشکر بسیار زیاد، به امید دیدار. خدا نگهدارتون، به بخش قطع وست میشه، ولی مرسی کتی جون بازم از وقتتون، مرسی از برای کسایی که ما رو تماشا کردن تا الان، فعلا خداحافظ.